به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنجال انفو خوش آمدید. خبر تازه: پیام غنی به پوتین از سوی اتمر بلاوروف داده شد. وزیر امور خارجه افغانستان پیام رئیس جمهور این کشور به رئیس جمهور روسیه را به وزیر خارجه روسیه تقدیم کرد. با گزارش اسپوتنیک، حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیام محمد اشرف غنی را که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته بود داد. اتمر در دیدار روز جمعه با لاوروف پیام اشرف غنی به ولادیمیر پوتین را ابلاغ و گفت. اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان شخصا مایل است از کمک و مساعدت که طرف روسی در طی 20 سال گذشته به افغانستان و مردم افغانستان انجام داده است ابراز سپاسگزاری کند. اتمر در ادامه گفت: رئیس جمهور افغانستان با استفاده از این فرصت مایل است از طریق شما پیام را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور برجسته فدراسیون روسیه ابلاغ کند که افغانستان یک کشور دوست، یک کشور شریک و کشور است که دوست دارد با دولت و فدراسیون روسیه دوست باشد. روسیه از طالبان می خواهد به تعهداتشان عمل کند. وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری امروز گفت که فدراسیون روسیه از طالبان می خواهد تا به تعهداتشان عمل کنند. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که فدراسیون روسیه می خواهد که گروه طالبان به تعهداتشان عمل کنند و در گفتگوهای افغانستانی برگردند. او همچنان گفت که ما از طالبان می خواهیم که خواسته های جدید را مطرح نکنند. اتمر درباره واکنش وزارت خارجه افغانستان به سخنان کابلوف: ما پیوندهای زیادی داریم. وزیر امور خارجه افغانستان گفت که واکنش ما به سخنان فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه نشان دهنده پیوندهای ما بود. با گزارش اسپوتنیک، محمد حنیف اتمر به پاسخ خبرنگار اسپوتنیک درباره واکنش وزارت امور خارجه افغانستان درباره سخنان کابلوف گفت: ما پیوندهای زیادی داریم و در آن این را خاطر نشان کرده ایم و البته که با برخ سخنان کابلوف موافق نیستیم و نمی خواهیم که دوباره امارت به افغانستان برگردد. لاوروف: روسیه همیشه آماده برگزاری نشست میان افغانستانی قالب مسکو است. وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه همیشه آماده برگزاری نشست میان افغانستانی قالب مسکو است. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در حاشیه دیدارش با حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در نشست خبری شرکت گفت: روسیه همیشه آماده برگزاری نشست میان افغانستانی قالب مسکو است. او در ادامه گفت که بیشترین توجه خود را برای پرورش کادرهای علمی و کار در بخش‌های انجینری سیاسی و دیگر رشته‌ها برای افغانستان داشته ایم. او درباره تولید مواد مخدر در افغانستان گفت که ما نگران تولید روزافزون مواد مخدر در افغانستان هستیم و نزدیک به 90% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود و ما به جانب افغانستان پیشنهاد داده ایم که به کشور افغانستان در این راستا همکاری کنیم. لاوروف همچنان گفت که وزیر خارجه افغانستان پیام رئیس جمهور این کشور را به ما رساند و ما هم به وزیر خارجه محترم افغانستان گفتیم که این همکاری و دوستی کاملا متقابل است. همچنان حنیف اتمر در مسکو رابطه طالبان با گروه های تروریستی را مانع صلح خواند. حنیف اتمر وزیر امور خارجه در جریان سفرش به روسیه در دانشگاه اومگیمو این کشور سخنرانی کرده و گفته با قطع رابطه طالبان با گروه تروریستی و همچنین پذیرش انتخابات از سوی این گروه هیچ مانعی در روند صلح وجود نخواهد داشت. خبرگزاری افاق: آقای اتمر روز پنجشنبه هفتم او در دانشگاه اومگیمو اینستیتوت دولتی روابط بین الملل مسکو در جمع مقامات و دانشجویان سخنرانی کرده است. این دانشگاه یکی از مراکز عمده تحصیلی و پژوهشی در سطح جهان است. وزیر امور خارجه در آغاز در مورد روابط و داشته های تاریخی میان روسیه و افغانستان به ویژه رابطه 100 ساله دولت با دولت، تهدیدها و منافع مشترک، صلح و امنیت سخن گفته است. اتمر گفته که بجز یک دوره پر از فراز و فرود، جنگ سرد طی چند دهه اخیر روسیه پیوسته در کنار دولت و مردم افغانستان قرار داشته و در پیشرفت رفاه و توسعه افغانستان سهم بسازا داشته است.
وزیر امور خارجه در سخنرانیش در مورد پیوند ارگانیک میان گروه های تندرو و تروریستی در افغانستان، منطقه و جهان به تفصیل صحبت کرده و گفته که بدون همکاری و هماهنگی در سطح منطقه‌ای و بین المللی نمیتوان بر تهدید مشترک تندروی خشونت پرور و تروریسم فائق آمد. آقای ادمر بیان داشت که مبارزه با تروریسم مهمترین عنصر اتحاد میان همه کشورهای منطقه و جهان است و نباید ملاحظات سیاسی و جیوپولیتیک مانع پرداختن به این تهدید مشترک شود. او اظهار داشت که دولت افغانستان به مذاکرات صلح متعهد است و در صورتی که طالبان روابطشان را با گروه های تروریستی قطع کرده و به برآیند برخواسته از اراده ملت تن دهند، هیچ مانعی برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که شورای امنیت ملی میگوید تا کنون هیچ دلیل برای اثبات تمایل طالبان برای فاصله گرفتن از گروه های تروریستی خارجی وجود ندارد. به گفته او، طالبان و القاعده دارای اشتراکات ایدئولوژیک اند و حتی به تقسیم جغرافیایی کشورها اعتقاد ندارند. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان که در فوریه سال گذشته میلادی در دوحه به امضا رسید، طالبان متحد شدند روابط خود با گروه های تروریستی دیگر قطع کنند، خشونت را کاهش دهند و با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند. به گفته مقام های دولتی و خارجی، طالبان پس از توافق دوحه بر حجم و ابعاد خشونت ها افزوده و از قطع ارتباط خود با القاعده نیز خودداری می کنند. همچنان پاکستان می گوید از سلطه طالبان بر افغانستان حمایت نمی کنیم. ارتش پاکستان با تاکید بر اینکه هدف ما تسهیل روند صلح در افغانستان است و تنها طرفهای افغان حق تعیین سرنوشت این کشور را دارند گفت، پاکستان هرگز از وضعیت مانند دهه 90 میلادی و یا سلطه طالبان در کابل حمایت نخواهد کرد. با گزارش سپوتنیک به نقل از ایرنا، تورن جنرال بابر افتخار در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خارجی در مقر فرماندهی ارتش در شهر راولپانده آخرین تحولات پیرامون تلاش‌های اسلام آباد برای تسهیل روند صلح افغانستان را تشریح کرد. وی افزود پاکستان هر آنچه در توان داشته را انجام داده و اکنون هر گونه موفقیت در امر مذاکرات و تعیین سرنوشت افغانستان بر عهده مردم و دولت این کشور است. سخنگوی ارتش پاکستان اظهار داد، پاکستان تا جایی که ممکن بود از نفوذ خود میان طالبان افغانستان استفاده و آنان را ملزم به پیروی از نقشه ایرای مذاکرات صلح کرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.